سلام مخاطبان عزیز، من محمد رضایی هستم، سازنده فیلم های آموزشی ریاضی و فیزیک و فیلم های تحلیلی و فلسفی. این لوگوی سایتم هست، آدرسش riyazi.blog.ir، و این هم لوگوی فیلم هایم هست. اون چیزی که به نظر من و بسیاری از بینندگان فیلم هایم فیلمامو با دیگران متمایز میکنه نوع بیانی که من دارم. غیر از این که سعی میکنم جامع و کامل مطالب رو ارائه کنم، حتما میخوام اون چیزی رو بیان کنم که برای خودم کاملا مفهوم شده و خیلی ها با دیدن فیلم های من بدون اینکه آموزشی از معلمی دیده باشن تونستن وارد دانشگاه بشن، خدا را شکر. این تصویر من هست. اگر به فیلتر شکن دسترسی داشته باشید میتونید از سایت هم در گوگل هم دیدن کنید که تمام مطالبی که در سایت هم در دامین iranriyazi.blog.ir هست تو این سایت هم هست. فقط یه مقداری شاید از لحاظ بصری زیباتر باشه. اینم آدرس کانال یوتیوبم هست، آدرس ایمیلم، کانال تلگرامم، آدرس پیج اینستاگرامم و شماره واتساپ، تلگرام، سروش و ایتا. اگر نکته، مطلب، انتقاد، پیشنهاد یا موردی بود خواستید چه در زمینه ریاضی و فیزیک و چه در زمینه تحلیل ها و مطالبی که ارائه میکنم با من در میون بذارید، میتونید از این طریقا ارسال بفرمایید. تو این فیلم میخوام در مورد فیلم درون بیرون قسمت دومش صحبت کنم. به نظر من این فیلم خلاقانه ترین اثر بصری هست که تاکنون دیدم، یعنی حتی از فیلم های تخیلی نظیر ارباب حلقه ها یا تایتانیک به نظر من خیلی خلاقانه تر هست. ما خلاقیت رو در جلوه های بصری فقط جستجو نباید کنیم، بلکه در ارائه نوع جدید مطالب، نوع گفتگوها و ارتباط ها باید ببینیم، که از نظر من فیلم انیمیشن درون بیرون دو دارای ویژگی های بسیار ممتازی هست، از این جهت که سطح بالایی از ارائه ارتباط بین شخصیت ها و کاراکتر ها و بیان مفاهیم رو ارائه داد. به نظرم یه فیلم فلسفی روانشناسیه و با توجه به اینکه هیچ صحنه خاصی نداره، دوبله بسیار عالی فارسی هم شده، شما میتونید از آپارات همونطور که من دیدم این فیلم رو ببینید. هیچ صحنه ای نداره حتی شبیه این که بگیم که مورد داره. یه فیلم واقعا خوب، بهترین انیمیشنی که تا کنون دیدم، مناسب ترین انیمیشن برای بزرگ سالان هست و متفاوت ترین در پرداختن به احساسات انسانی. قبل از اینکه به خود فیلم و نکاتش بپردازیم، یه مقدمه رو لازم میدونم بگم. ما وقتی یه فیلم رو میبینیم هدفمون این هستش که سرگرم بشیم، از وقتمون لذت ببریم، یه چیزی انرژی به همون برسه، احساساتمون یه مقداری ارضا بشه، و این تمام اون چیزی هست که یه فیلم میتونه به ما بده. ما از یک فیلم سینمایی یا انیمیشن انتظار نداریم به ما آموزش بده به صورت مستقیم. البته ما ازش ایده هایی میگیریم، جملات خوبی در اون هست، اما متاسفانه فیلم هایی که بعضن در ایران ساخته میشه فاقد هر گونه اثر مثبت حتی سرگرمی است. یک فیلم رو فقط برای سرگرمی دیدنم خوبه، به شرط آنکه فیلمی خوب باشه. ما میخوایم فیلم ما رو سرگرم کنه، میخوایم هم از فیلم احساس خوبی به دست بیاریم، اما اون فیلم باید این قابلیت رو داشته باشه. مثلا به نظر من فیلم دینامیت هیچ ویژگی نداره،
یک مزخرف به تمام معنا. البته خیلی ها این فیلم رو دیدن، احساس خوبی هم دارن، اما سطح رضایتی که اونها از یک فیلم براشون تعریف شده بنا به همون چیزی هستش که فکر میکنن. مطمئنن سطح نازلی هست، چون اگر این چنین نبود ما این فیلم ها رو پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران چه فیلمیه؟ شما جستجو کنید خواهید دید هیچ کدوم از این فیلم ها در آن سوی مرزهای ایران حتی به رقم پایینی برای فروش نرسیدن، و این نشون دهنده این هست یک مشکلی این فیلم ها داره، و اون هم اینه که واقعا فاقد ارزشه. فیلم هایی که ارزش دیدن رو داشته باشن فیلم هایی هستن که یک جنبه ای اقلن از نظر یک انسان عاقل داشته باشن، چه جلوه بصری، چه محتوای عالی، چه بازی های خوب. اما فیلم هایی که عموما فیلم های پرفروش تاریخ سینمای ایران بودن تو این سال های اخیر، مثل آتش بس، دینامیت، تگزاس، گشت ارشاد، اینها فیلم های بی محتوایی هستن که یک بار دیدن هم ارزشش رو نداره، خود بازیگران عواملش هم بهش افتخار نمی کنن. پس وقتی ما یه فیلم رو برای سرگرمی انتخاب میکنیم باید ارزش دیدن داشته باشه. اما اگر فیلم بدی باشه به قصد حتی فقط سرگرمی دیدن و حتی وقت تلف کردن، این فقط اثری نیستش که بذاره، بلکه یک اعصابی از ما خورد خواهد کرد. چرا؟ چون فیلم بدیه. ما انسان ها همه در چیزهای مشترک هستیم که به آن احساسات میگوین، یا چیزهایی که مربوط به روانه. حتی پیامبران و عالمان هم دارای احساسات بودند. قطعا پیامبر اکرم صلی الله و بزرگان هم از چیزهایی که دیگران لذت میبردند لذت میبردند، و اگر چنین نبود که ما انسان ها با پیامبران در این خصوصیات مشترک بودیم، هرگز خداوند آنها را الگویی برای ما قرار نمیداد. قطعا پیامبر از شیرینی خوردن، از دیدن چهره زیبا لذت می برد. اما اینکه آیا از گناه هم لذت می برد یا نه، قطعا نه. یعنی اگر گناهی مرتکب می شد این یک اشتباه بود، پیامبر اراده نکرده بود که از گناه لذت ببره، و قطعا اون شیرینی که گناه برای یک انسان معمولی و گناهکار داشت برای یک پیامبر و انسان وارسته نداره، چرا که در نهاد و درون خودش اراده کرده که از عبادت خدا لذت ببره. اینها تو فلسفه من که تو صفحه بیان اگر شما مراجعه کنید خیلی از این نوع دیدگاه ها رو من دارم نسبت به دین، قرآن، پیامبر و مفاهیم مربوط به معنویت. در دین ما صحبت از تعادل به عنوان شرط عاقلانه بودن امور گفته شده است. ببینید این مطالب رو لازم میدونم. شما وقتی میخواید یه فیلم سطح بالایی ببینید، فرهنگ غربی فرهنگیه که بر پایه چند هزار سال فلسفه و تعقل و تفکر نوشته شده. وقتی ما قراره یک فیلم که پرفروشترین انیمیشن شده، رکورد رسیدن به 1 میلیارد دلار رو در سریع ترین زمان شکسته ببینیم، حتما باید یک مقداری روی پیش مطالعه در مورد فلسفه مربوط به اون فیلم بدونیم. من میخوام در مورد این اهمیت احساسات بگم که احساسات چه نقشی تو زندگی ما داره. توصیه ها برای تعادل میتواند به شکل های مختلفی باشد، اما ابزارهای جدید مانند فیلم انیمیشن در کنار کتاب و پادکست و سخنرانی ابزارهایی است که باید به کار گرفته شود. غربی ها به جای امر و بکن نکن، چه پدر مادر چه مدرسه، از شیوه های غیر مستقیم استفاده میکنن، و مهمترین چیزی که در تربیت جوامع غربی از اروپا و آمریکا گرفته تا ژاپن و استرالیا و نیوزیلند، این
آدم‌های بزرگسالی هست که شخصیت‌هاشون شکل گرفته. من بارها بارها کلیپ‌ها و فیلم‌ها رو مقایسه کردم در اینستاگرام و فیلم‌هایی که بر مبنای زندگی واقعی ساخته شده. کلیپ‌های اینستاگرام که خیلی خیلی این هدف من رو بیشتر برآورده می‌کنه. مثلا من یه دونه نمونه برای شما بگم که ببینید چقدر فرهنگ‌ها متفاوته. دوربین مخفی‌های ما که اصلاً اینقدر عصبیت توش وجود داره، خیلیا از اون کسایی که عوامل تهیه این فیلم‌ها هستن صرف نظر کردن از پخش اون مواردی که گرفتن. اما بیایم در مورد واقعیت صحبت کنیم. من یک کلیپ تو اینستاگرام دیدم، یه خانومی نشسته بود روی صندلی اتوبوس، پنجره رو باز کرده، پنجره باز بود، بعد این خانم پنجره رو بست، این نفر پشتی گرمش بود پنجره رو باز کرد، این خانم دوباره بست، این آقایی که پشت نشسته بود پنجره رو باز کرد. شاید بیش از 15 بار، من چون دیدم کلیپ حدود 2-3 دقیقه بود، این عمل تکرار شد. 15 بار بستن و باز کردن بدون یک کلمه توهین. خانم چاق بود، برای هر بار بستن این پنجره، این شیشه بلند می شد تو اون هوا، تو هوایی که خب گرم بود، اما باد مستقیم می دونید که تو اتوبوس وقتی می خوره بادم، آدم اگر مثلا عرصش تنگ بشه دوست داره یه مقداری ملایم بخوره. اما خب می خوام به شما بگم این صبر، تساهل و تسامح و مدارا از کجا میاد؟ از رشد شخصیت میاد. اگر دیدید دوستی، آشنایی، همکاری تنده، غضبش رو نمیتونه کنترل کنه، این رو به حساب این ندارید این درست میشه. این آدم‌های بزرگی که خشونت دارن، اینها اگر توسط قانون مهار نشن به جاهای بدی میرسه. خوشبختانه تو کشورهای غربی خیلی محکم در مقابل کسانی که خشونت دارن برخورد میکنن. انشاءالله که جامعه ما هم افسار این آدم‌ها رو در شرایطی که جامعه متحول میشه و قانون اجرا میشه اجرا بکنن. این افراد باید مهار بشن و چرخه تجاوز به حقوق دیگران توسط افرادی که هیکلی دارن، قدرتی دارن، مهار بشه. در جامعه‌ای که الگوهای خوبی برای این تعادل دارد، کودکان و نوجوان میتوانند به آینده امیدوار باشن که در آن پایبندی به ارزش‌ها ارزشمند است. متاسفانه وقتی تو کشورهای نظیر ایران، پاکستان، افغانستان بچه‌ها می‌بینن کسانی که زور میگن، کسانی که قلدری میکنن کارشون پیش میره، این به صورت غیر مستقیم و عملاً داره به اونها آموزش بد و میده. حالا شما بیایید قرآن رو تو این کشورها بخواید، یعنی واقعاً هم یه عده بخوان مثل من بخوان این رو ارائه بدن، میگن چه فایده ای داره؟ البته که قرآن در همین شرایط هم برای ما فایده داره، اما در نگاه سطحی یک بچه اون هدف ظاهری وقتی محقق نمیشه، یعنی ارزش این ارزش‌ها پایین میاد. این همون چیزی هست که مقابل نقطه قانون اساسی هست که جمهوری اسلامی بر اساس اون نوشته شده و شهدا برای اون رفتن. رشد فضایل اخلاقی باید اتفاق بیفته و زدودن مناهی و رذائل. درست است که آمریکا و کشورهای غربی دارای آزادی‌هایی است که بسیاری از ما آن را نمی‌پسندیم، اما از آن سو باید این را در نظر داشته باشیم که فضایل اخلاقی به عنوان یک ارزش همچنان می‌درخشد. در جامعه ما درست است که مثلا مسائلی مانند همجنسگرایی به عنوان یک تابوس، البته من چیزی به نام همجنسگرایی رو باور ندارم وجود داشته باشه، ارتباط با یک کودک، یک فرد نوجوان به نظر من مراد هست، وگرنه این پوششیه عنوان همجنسگرایی. کسی ارتباط با یک بالغ رو به نظر من نداره. تمایل به ارتباط جنسی با کودکان در نهاد همه انسان ها وجود داره، فقط اون انسان هایی که تقوای خودشون رو رشد دادند اون رو اراده نمی کنند داشته باشند.
اما نه تنها ارتباط با کودکان در لایه‌های زیرین از پایین جامعه تا بالای شهر گسترده شده، ما چشمون نباید ببندیم. باید واقعیاتی که در جامعه منحرف، فاسد و تباه ما وجود داره رو بیان کنیم، شاید که کسایی بشنوند و رگ غیرتشون به جوش بیاد، درش خون و به خودشون بیان. این راهی که میرن برای تصمیم گیری و از بین بردن ارزش ها راه درستی نیست، بلکه یک عرف مخفی شده. حرف ازش نمیزنن، اما واقعا چه این کسایی که کاسب هستن، نوجوانا رو میارن، مربی هستن، باشگاه دارن، معلم ها، اینایی که ارتباط با نوجوانا دارن و نوجوانای پسر این وجود داره. ما توی آیه قرآن داریم، اینا رو نباید انکار کنیم. زوجیه نه لناس حب و شهوات النساء و بنین، شهوت نسبت به زنان و پسران در انسان نهادینه شده، نهاده شده. فقط کسانی که با تقوا هستن این رو مهار میکنن. افرادی که ایمانی دارن از این که آن را ابراز کنند ابا میکنند، و این همان تن دادن به نقش نادرستی است که برای آنها تعریف شده. کسانی که مثلا یه ایمانی برای خودشون تعریف کردن، یه حدودی تعریف کردن، نمیان این مسئله رو باز کنن. متاسفانه چشاشون رو بستن و اگر یک جایی اتفاقی هم میفته سعی میکنن نبینن. حالا اون کسایی که گناهکار هستن، مسئول هستن، اونها لاپوشونی میکنن. این کسایی که ایمان دارن میگن صداشو در نیار، یا اگر میبینن خودشون رو به کوچه دیگری میزنن. اینها رو گفتم تا بدانید اگر میخواهید یک کار در حد انیمیشن دیدن هم انجام دهید، باید بدانید که چطور ممکن است مثلا با دیدن فیلم های نظیر دینامیت، همین فیلم ایرانی که گفتم پژمان جمشیدی بازی میکنه، هزار پا، تگزاس، گشت ارشاد، و که خالی از اندیشه و تفکر است، حتی وقت خود را صرفاً تلف نکردید، بلکه سطح شخصیتی خود را تنزل دادید. جالب نیست که بسیجی هایی که نماز نمیخوانند از دیدن این فیلم ها میگویند لذت میبرند. من اعتقاد دارم این که افراد بد را میگویند مانند هم هستند، یعنی همهشان رفتار نامعقول را دوست دارند. کارهای سطحی بدون تفکر، فیلم های سطحی و از آن سو تفکر و فلسفه وردی مورد تنفر اونهاست. اگر از یه بسیجی بپرسی چرا هیات میری، اصلا بهش بر میخوره. اگر میخواهید رشد کنید، باید به روان و روحتان برسید. همانطور که برای اینکه جسمتان رشد کند، باید آن را به خوبی تغذیه کنید و از چیزهایی مضر خودداری کنید. در مورد روح و روان هم همینه. وقتی که جسم با تغذیه نامناسب و عدم پرهیز از چیزهای مضر نامتناسب و بیمار میشه، روح و روان هم همینطوره. وقتی کسی مدام آهنگهای رپ گوش میده، با دوستانی نظیر خودش که فاز منفی دارن نسبت به مسائل میگرده، حتما در جهت بدی داره رشد میکنه. حتی اگر چیزهای دیگر زندگیش هم خوب باشه، حتی اگر پدر و مادری داشته باشه که درستودش باشن، بازم میبینیم که به اون جایی که واقعا شایستش هست نمیتونه برسه، چون داره تغذیه بدی میشه روح و روانش. و من چقدر دیدم از این نوجوانها و جوانهایی که علی رغم استعدادهای خوبی که دارن چقدر به جاهای بدی رسیدن، و کسایی که با انتخابهای درستی که داشتن تونستن از همون چیزی که درونشون بوده به نحو احسن استفاده کنن. این انتخابهای ماست که بسیار اهمیت داره. من به تجربه دریافتم که فردی که خودش تلاش میکند، حتی اگر شرایط نامناسبی در پیرامونش باشد، به مراتب از کسی که انتخابهای بدی دارد اما وضع مالی خوب و شرایط و امکانات زیاد دارد، بهتر و تکامل یافته تر و دارای عزت نفس بالاتری است. هدف همه ما این است که به چیزی که ارزشمند می‌دانیم برسیم. اما دریافتم که کسانی هستند که حتی ارزشمندی را از دست دادن، یعنی اصلا چیزی به نام عزت نفس واقعا ندارن. اون چیزی که دارن یه اعتماد به نفسی است که به واسطه پول، زیبایی، چهره، فالوور، دوستا، چیزهایی که بیرونه از خودشونه. در قشر فقیر از لحاظ مادی هست، در پولدارم هست، و این از حکمت خداوندی که روح را بیشتر از اینکه تغذیه کننده از آنچه افراد با کمک دیگران می توانند بسازند،
مادیات، توجهات، احساسات با گرایش‌های درونی می‌سازه. خدا رو شکر که حکمت خدا این چنینه. اگر کسی بخواد خودش رو، عزت نفسش و نفسش رو ارتقا بده، نیازی نداره به پول و مقام و دوست و زیبایی و چیزهای بیرونی. درون خودش رو اگر متوجه بشه چه ذات ارزشمند و فطرت والایی داره و میتونه به خدا برسه، دیگه عزت نفسش آنچنان ارتقا پیدا میکنه که نیازی نمیبینه که دیگران حتما اون رو تایید کنن. این تفاوت عزت نفس با اعتماد به نفس است. یک مکانیک ماهر و یا یک عالم می توانن اعتماد به نفس بالایی داشته باشن، اما همچنان از یک کارگر یا یک زباله‌گر از عزت نفس پایین‌تری برخوردار باشن. به هر حال باید بدانیم که ما در این شرایطی که در آن هستیم دارای انتخاب‌هایی هستیم که می توانیم خود را از هر لحاظ بهتر کنیم. اینها رو گفتیم. تا وقتی می خواهیم یه انیمیشن، یه فیلم خوب، یه اثر هنری ببینیم، حواسمون باشه این انیمیشن ساخت و پرداخته کسانی هست که خودشون رو ساختن. یک هنر نمیتونه از یک جایی پست بیرون بیاد. خلاقیت چیزهای والا، میوه های درختی هستن که ریشش در روح و روان والایی قرار داره. اگر کسی به شما گفت آقا فلان کس نمیدونم روابط نامشروع داره، اون مشروب خورده، اون چیز، هر کس نقص‌هایی ممکنه داشته باشه. اگر کسی اومد درون شما چیزهای بد یه نفر رو بول کرد تا چیزهای بسیار والای او رو نبینید، این خناس بودن افراد رو میرسونه. به این حرفا توجه نکنید. مطمئن باشید خداوند درون هر فردی چیزهای بالایی قرار داده تا تونسته به اون رشد برسه. و الا توی قرآن شما نگاه کنید، اینقدر در مورد افراد پرهیزگار چیزهایی گفته که اگر به شما گفته بشه شاید شما جا بخورید. حتی در مورد افراد پرهیزگار، اگر من ندیده بودم این آیه رو باور نمی کردم که گناه فاحش ممکنه بکنن، اما روی اون اصرار ندارن. آیه 135 سوره آل عمران رو ببینید. در مورد آمریکا، درباره اروپا، درباره ژاپن، اینقدر چیزهایی رو که به ما دیکته میکنند رسانه‌های داخلی گوش نکنیم. خودمون داره میبینیم تو چه وضعیتی داره زندگی میکنیم. نذاریم الگوهای خوبی که میتونه عداد انسانی وجود داشته باشن رو با چیزهای مصنوعی و جعلی و پوچ جایگزین کنن، چون نمیتونه ما رو بسازه. ما میتونیم از یک بچه نوجوان غربی که میره تلاش میکنه، علم یاد میگیره، ساعتها تو اتاقش مطالعه میکنه، خیلی بیشتر از این افرادی که من حالا برای اینکه حساسیت برانگیز نباشه اسم نمیبرم، به عنوان الگو دارای مکتب و اینا عنوان میکنن، یاد بگیریم. در انیمیشن بسیار عالی درون بیرون دو، ما یک فلسفه عالی را میبینیم که ارائه میشود. فلسفه از این که زندگی هدفمند است، باید برای بهتر بودن تلاش کرد. البته این رو به صورت خیلی غیر مستقیم داره به ما میگه. اگر از من بپرسن که هر فلسفه چه چیزی داشته باشد که قابل اعتنا باشد، من میگویم باید ایده‌ای داشته باشد که بتواند در خور توجه باشد. فلسفه های زیادی وجود دارند، اما عنصر اصلی هر کدام که ماهیت آن را تعیین می‌کنند همون ایده است. ما می‌توانیم به دنیا به چشم یک چراگاه نگاه کنیم که بیشتر چریدن، لذت بردن را هدف بدانیم. البته هیچ کدوم از فلسفه‌ها اینطور رک و عیان نمیاد اینو بگه، اما به نوعی همینه ماهیتش. یا یک فلسفه‌ای ماهیتش این باشه که ما بیشتر به مردم باید خدمت کنیم، بخشندگی به انسان‌ها اوج هدف انسانی ما باید باشه، مثلا مادر ترزا سمبل این فلسفه، یا ترکیبی از چیزهای مختلف. می توانیم هر طوری دلمان بخواهد حتی در لحظه دنیا و عالم را توصیف کنیم.
اما آیا این چنین می توانیم به زندگی که خوب می دانیم برسیم؟ شک دارم. من اعتقاد دارم کسانی که به درستی زندگی می کنند و یا نادرست زندگی می کنند، نه تنها در کلیت که در لحظه می دانند که دارند چه می کنند، و این چیزی است که ما تعیین می کنیم، یعنی اراده ما که برگرفته از روح ماست. انیمیشن درون بیرون دو اما موضوع را در سطح احساسات قرار داده. بله، از نگاهی حتی آنچه کار درست است برای لذت است. مهم این است که هر یک از احساسات دارن معقول از نظر حداقل خودشان عمل میکنن، چون فرماندهی رو شادی به عهده گرفته، یا اصلا کارگردان نویسنده میخواد اینو اینطور نشون بده که شادی خیلی نقش اساسی داره، که البته همینم هم هست. ما از یه انیمیشن نباید انتظار داشته باشیم کامل 100% بدون هیچ نقصی از لحاظ فلسفی عمل کنه. اصلا مگه ما چیز فلسفی بدون نقصی داریم؟ مگه اگر فلسفه کامل وجود داشت این همه فلسفه پشت فلسفه می اومد؟ درون بیرون یک، درون بیرون دو، همه اون آثاری که ما به عنوان آثار هنری در نظر می گیریم در حد خودشون باید در نظر گرفته بشن. اینا اومدن چیزهایی رو به ما بگن، ایده هایی رو به ما بدن، لازم نیست ما خیلی عمیق وارد بشیم، اما از اون سو هم نیفتیم که خیلی سطحی از مطالب عمیقی که میگن، ایده هایی که میگن بگذاریم. در درون بیرون یک، یا اصلا یک نمیگن، نسخه ای که برای یک سری از فیلم ها ساخته میشه، یکشو دیگه عنوان نمی کنم، بعدی ها رو دو سه اینا میگن. در درون بیرون خشم در جاهای کنترل رو به عهده میگرفت. بسیار استدلال‌های قوی هم برای خودش داشت. در اون سن و سالی که رایلی قهرمان این انیمیشن داشت، یعنی کودکی 11 سالگی، این موقعیت ایجاب می‌کرد. البته جالب، شخصیت اصلی دختر هست و ویژگی‌هایی که اون داره شبیه دختراست و باید همینطور باشه. چقدر کار خوبی کردن، این کارو کردن. خیلی ولی احساسات شبیه هم هست، اما خب درجه مثلا غضب شاید توی پسرها بیشتر باشه، خشم اونجوری از شادی شاید مهمتر باشه. اما بریم سراغ خود فیلم و یه سری نکات روی فیلم بگم. این انیمیشن تونسته رکورد سریع ترین فروش که برسه به 1 میلیارد دلار رو بزنه، پرفروش‌ترین انیمیشن تاریخ سینما شده. بعد از 9 سال که انیمیشن درون بیرون دیدیم، این سری دوم رو ساختن، بسیار قوی تر از انیمیشن نسخه اولش هست، از لحاظ اینکه روی دیالوگ ها به نظر من خیلی قوی تر کار کردن، فلسفی تر شده، با توجه به اینکه رایلی دختری که قهرمان هست و احساسات درون ذهن اون میگذره نوجوان شده، منطقی هم هست استدلال های قوی تری برای این باشه که درونش احساسات بروز پیدا کنن. در قسمت اول 11 سالش بود، حالا به 13 سالگی رسیده. نکته که وجود داره اینه که یه نوجوان دختر 13 ساله رو توی این انیمیشن شخصیت اصلیش قرار داده، به عنوان اینکه احساساتش رو بررسی کنه، جای تقدیر داره، چون به نظرم پیچیدگی های بیشتری وجود داره. سطحی نگری توی پسرهای نوجوان به نظر من وجود داره و این خیلی خوبه که از این لحاظم بگیم فیلم واقعیه. یه انیمیشن هست به نظر من برای اینکه بزرگسالها ببینن خیلی خوبه. انیمیشنی نیستش مثل شگفت انگیزان یا شرک یا مثل انیمیشن هتل ترانسیلوانیا یک انیمیشن درام باشه، صرفا واقعا گفتگو محور انیمیشنی که جلوه های بصری شگفت انگیزی نسبت مثلا به انیمیشن های دیگه داشته باشه اونچنان نیست، هرچند از لحاظ جلوه های بصری کم نداره، اما اون چیزی که این انیمیشن رو ممتاز میکنه گفتگوها، استدلالها و فهمی هستش که
توی لایه های مختلف این انیمیشن وجود داره. هر کسی این انیمیشن رو نگاه کنه بنا به عمقی که بهش فکر میکنه مطلب داره براش. من فکر میکنم روی تک تک اون دیالوگ ها بحث کردن که چجوری این رو برسونن. حتی نوع فیلم برداری از یک فیلم واقعا سینمایی هم قوی تر هست. استوپ ها، کات ها، من اینو چندین بار برخی از سکانس ها رو دیدم هر بار که میبینم نکاتی وجود داره. نکته مهمی که وجود داره، ما وقتی یک انیمیشن رو میبینیم باید یادمون باشه که داره چیزهایی رو میبینیم که غیر واقعیه، اما این انیمیشن به شدت ایده های فلسفی داره که باورپذیره. نکته دوم اینه که قالب انیمیشن باید برای چیزی باشه که ما نمیتونیم تو قالب های دیگه بیان کنیم، وگرنه به نظر من دلیلی نداره ما از انسان های واقعی دور بشیم و کارتونی نمایش بدیم، چیزی که تو خیلی از انیمه ها من میبینم و اصلا انیمه رو من برای همین زیاد نگاه نمی کنم. این هست چرا انقدر دور از واقع است. انیمه چیزایی هستش که ژاپنی ها میسازن. خب اگه قرار ما چیزی رو مصنوعی داشته باشیم باید مصنوعی باشه، نه اینکه ما چیز طبیعی رو به صورت مصنوعی. من یکی از چیزهایی که من انتقاداتی که به فرهنگمون دارم، فرهنگ ابهام‌گویی ماه. تمام کشورهای غربی تلاش میکنن چیزهایی که در ذهن میگذره فلسفی هست رو تا اونجایی که میتونن با واقعیت منطبق کنن، اما تو فرهنگ ما از شعر بگیرید، از حرفای روزانه‌مون بگیرید، توی هپروت هم. یعنی ما افتخار میکنیم به حافظ، البته من هم اونو دوست دارم به خاطر کلماتی که انتخاب میکنه برای مفاهیم، اما ابهام‌گویی های بسیار زیاد. چرا؟ آیا این افتخاری داره برای یک فلسفه که انقدر مبهم باشه که ما حتی نمیدونیم این عشق زمینی یا آسمانی؟ بگذاریم بریم سراغ احساسات رایلی که از نوجوانی داره سخن میگه. احساساتش هر کدوم از این خصوصیات یا احساساتی که وجود داره شما نگاه کنید، همون ویژگی درون اون شخصیتی که احساسشو بازی میکنه نموده بیشتر داره. مثلا توی چهره غم غم رو میبینید، شادی شادی داره، همیشه ترس یک ترسی وجود داره درش و تنفر اون حالت چشماش میبینیم این تنفر رو و غضبم که کاملا قرمز و کوبشی کار میکنه. اینکه در کودکی شادی محور اصلی هست برای تصمیم گیری طبیعیه، اونم برای یه دختر که نسبت به پسرها به نظر من این توشون قوی تره، توی پسرها به نظرم بیشتر شاید غضب باشه. روند داستان از اینجا شروع میشه که رایلی قراره به یک تیم هاکی بپیونده، اما خب همیشه وقتی آدم میخواد تصمیم بگیره که مربوط به آینده است یه استرابی داره. حتی با سنم این استراب کمتر نمیشه، ما همش نگرانی اینو داریم که چه اتفاقات بدی ممکنه بیفته، از دست دادن، عدم پذیرش. خود من وقتی که تحول کودکی به نوجوانیمو بررسی کردم، اون چیزی که یادم اومد همین بود که توی دوره کودکی اصلا انگاری تو باغ نبودم، توی دوره نوجوانی دنبال این میگشتم که جواب سوالامو پیدا کنم، جایگاهمو پیدا کنم، یه جایی رو در مورد اجتماع یعنی جستجو میکردم که به اون میگن جایگاه اجتماعی، که هر نوجوانی این کارو میکنه، یکی در ورزش، یکی در حالا هنر، یکی در درس، زمینهای مختلفی وجود داره. یک انیمیشن یک کتاب نیست، فرمی که داره باید سرگرم کننده باشه، ظرافتی که به کار برده شده برای اینکه
تعادل داشته باشه بین مفاهیم عمیقی که میخواد مطرح کنه و جنبه سرگرمیش قابل ستایشه. بسیاری از منتقدا اون رو تحسین کردن، انتقادهای مثبتی داشته، بی خود نیستش که تونسته امتیاز خوبی هم پیدا کنه، احتمالا جوایز زیادی هم خواهد گرفت. احساسات ما یک حافظه ای دارن، خاطرات رو می سازن و این خاطرات هست که شخصیت ما رو می سازه و این همین نماد شخصیت هست که رایلی داره. همه چی خوب داره پیش میره، اما کودکی وقتی که در قالب جسم نوجوان میخواد ادامه حیات بده غیر ممکنه. هم خود جسم این عدم پذیرشو داره، هم دیگران. یعنی ما وقتی که سنمون بالا میره، انتظارات از خودمون و دیگران از ما باعث میشه که احساسات دیگه هم تجربه کنیم و نمیشه ادامه داد. انسان یک بیمسئولیتی و یک شادی همیشگی رو و این احساسات هم متوجه این میشن که یه چیزایی داره تغییر میکنه و اون بلوغه. اونا نمیتونن همه چی رو کنترل کنن، همه چی رو بذارن همینطور بمونه. برای همین احساسات دچار یک بلبشوی میشن. در دوره بلوغ جسم تغییر میکنه، روح و روان دچار تغییراتی میشه و به خوبی این تصویر رو نشون داده، این ویرانی کودکی رو. این کارگر رو میان جنبه خیلی خوبی داره برای اینکه این نمایش رو بده. و جالبه، فرماندهی این احساسات جدید که 4 احساس جدید اضافه میشن به احساسات رایلی، شامل احساساتی هستن که تا پایان عمر فعال هستن، هرچند احساسات قبلی همچنان حضور دارن. شادی هم نقش اصلی رو همچنان داره، اما ترکیب و پیچیدگی پیدا میکنه. استراب، بی‌حوصلگی و رشک و خجالت 4 احساسی هستن که وارد میشن. این فیلمو نباید به عنوان یک کتاب دقیق فلسفی دید. اینجا رایلی بلند میشه و متوجه میشه که یه تغییراتی کرده، آشفتگی کرده. البته به نظر من انسان این روند که بلوغ پیدا میکنه یه دفعه ای نیست، هرچند یک دوره ای کوتاه است، اما یک شبه به نظر من نیست، اما اون یک شبه این اتفاق براش میفته. این جنبه درام ماجرا. احساساتم این سردرگمی رو مثل رایلی حس میکنه. جالب، ذهن مادر رایلی، پدر رایلی هم در جابجای این انیمیشن نشون داده میشه که خیلی جالبه. اونجا هم میبینیم غم و خشم، شادی وجود داره. اون شخصیت دیگه ای هم که حالا معرفی نکردن در اون ذهن مادر، شاید یک آینده نگری باشه، یه احساس تدبیر باشه. البته به نظر من احساسات رو نباید با ویژگی های و صفت ها و گناه و این چیزا قاطی کرد. احساسات یک چیزهایی هستن که ما حسشون میکنیم، ما نمیتونیم بسازیمشون، خیلی هاشون رو، هرچند شاید هم بتونیم تربیتشون کنیم، پیچیدن. بعد درون ماشین که با دوتا دوستاش هست، یک نکته جالبی فیلم کارگردان انجام میده. نگاه کنید، این احساس تنفر میاد روی چهره دوستاش، متوجه یه تغییری میشه، از اینجا حس میکنه یه چیزی رو داره مخفی میکنه و درون ذهن دوستاش هم این اتفاقایی که چی رو این حساس شده به ما میفهمن. و این خودآگاهی که هر کسی نسبت به دیگران
نسبت به واکنشی که پیدا میکنه رو نشون میده. واقعا قابل تحسینه، واقعا قابل تحسینه. هر چقدر از ظرافت هایی که توی این انیمیشن هست بگه کم گفتیم، اصلا قابل مقایسه با انیمیشن های دیگه نیست. هرچند سلیقه ها متفاوته، اما به عنوان یک فرد درونگرا واقعا این انیمیشن رو تحسین میکنه. از اون دسته از انیمیشن هایی هست که آدم میتونه دو بار ببینه، سه بار ببینه، چند بار ببینه، هر چند وقت یه بار ببینه و لذت ببره. من یادم نمیاد انیمیشنی رو، مثلا گرینچ انیمیشن خوبیه، یا داستان اسباب بادی فوق العاده است، شاید دومین انیمیشن باشه که خیلی من دوستش دارم، اما دوبار ندیدم یا کامل ندیدم. اما این انیمیشن رو و درون بیرون رو لذت بردم. این انیمیشن رو که خواستم ببینم بارها بارها بعضی از صحنه‌هاش رو مرور کردم، خیلی برام جالب بود و یک اتفاقی هم که برام افتاد همراه می انیمیشن، خیلی گریه کردم. یعنی به اندازه یک فیلم درام شدم، دو برابر سه برابر. مثلا صحنه های زیادی بود که الان با همدیگه اونا رو خواهیم دید. ببینید یک نکات ریزی وجود داره که امیدوارم شما هم موقع دیدن این فیلم بهش دقت کنید. رایلی برخورد هایی میکنه با اتفاقات بیرونی، بعد احساسات میخوان بهش فرمان بدن. اینجا دیگه فرماندهی با شادی نیست، هر کسی میاد اون کاری رو که تشخیص میده برای رایلی خوبه انجام میده، حالا زور هر کدوم بیشتره، حتی غم تو اون لحظه میاد. برخی از احساسات احساسات دیگر رو سردنش میکنن، استدلال صورت میگیره، این درون ذهنه، هر کدوم میخوان به رایلی خدمت کنن. اصلا هم همدیگر رو از بین نمیبرن، شاید کنار بزنن، اما همشون احساسات رایلی هستن. میخوام براش اتفاقای خوبی بیفته، اما از نظر خودشون نگاه میکنن. وقتی احساس استراب وارد میشه، ما هم از چهرهش میبینیم، هم از اینکه با 6 تا چمدون وارد میشه، هم از نوع ادبیات سخن گفتنش. 6 تا چمدون با خودش آورده، میگه اینا رو کجا بذارم. خب این خیلی واقعا هوشمندان است، کارگردانی، نویسندگی. اما خجالت قدرت زیادی داره تو این سری، علی‌رغم اینکه خیلی جاها منفعل هست، اما وقتی که عمل میکنه تمام احساسات رو جوری در هم میپیچه که هیچ کدوم نمیتونن کاری انجام بدن. و میبینیم که اگر قرار استراب بگیره اوضاع رو در دستش، این خجالت هستش که میاد همه احساسات دیگه مثل شادی و غم و اینا رو جمع میکنه و میبره. و این شخصیت بی‌حوصلگیه که احساس ملال و بی‌تفاوتی رو نمایندگی میکنه و یه کنسولی گرفته دستش، یه کنترلی گرفته از راه دور. یعنی اینقدر براش بی‌تفاوت هست، یعنی این بی‌تفاوتی رو میخواد نشون بده که واقعا یکی از خصوصیات دیگه یک نوجوانه. این انیمیشن نکات عمیقی داره که امیدوارم شما از دیدن این انیمیشن با این نکات لذت ببرید. من بیشتر از این دیگه توضیح ندم، فقط به شما بگم که یک انیمیشنی رو میبینید که پشتش بسیار بسیار فکر شده. امیدوارم که از دیدنش لذت ببرید. من مطالب زیادی آماده کرده بودم، از نقد هایی که به دوبله داشتم و همچنین چیزهایی که تو اینترنت درباره این فیلم پیدا کردم، اما به نظرم شما به اندازه کافی از من در مورد این فیلم شنیدید. فقط برای پایان اون صحنه‌ای که گفتم خیلی برای من احساس عجیب و منقلب کننده ای داشت، خیلی به نظر من نقطه عطفی بود،
با هم دیگه اون رو ببینیم. مطالب خیلی زیادی آماده کرده بودم میخواستم تو این فیلم بگم. اگر شما تو اینترنت خواستید، من این مقاله رو دیدم، خیلی خوب بود، از ابتدا تا انتهاش رو خوندم، خیلی نکات خوبی گفته بود درباره شخصیت ها، تو اینترنت پره. و این چون نکته مهمیه اینم بگم، این شخصیت گفتم رشک نه حسد، این به خیلی به مناسب تر از این چهره معصوم نمیخوره که به اون دوبله. بعد اینم شخصیت دوبلش درست خانم انتخاب شده، اما در مورد این شخصیت که استراب هست مرد دوبله کرده که اینم خانم هست و این هم خانم هست، یعنی شخصیت بی حوصله هم خانم هست. و بریم اون صحنه ای که گفتم رو ببینیم. یه جا هستش که رایلی کنار دوستان جدیدش هست، ازش سوال میکنن که به چه گروه موسیقی علاقه مندی. اون گروهی که تو کودکی دوستاش رو اسمش رو میگه، بعد اونا گروه جدید رو میپرسن. بعدا اینجا اتفاقی درون ذهنش میفته خیلی جالبه. خود ما هم گیر کردیم توی این شرایط، یه عده میخوان دستمون بندازن، مخصوصا تو ایران اگر متفاوت باشی خیلی این احساس های اسم بود. تمام تلاشش رو میخواد کنه تا بپذیرنش، اما چیزی پیدا نمیشه، راه حلی برای این مشکل پیدا نمیتونه بکنه. آدم اینجاست، همون نکته ای که گفتم، همون جایی که خیلی گریه کردم، بی حوصلگی میاد. ببخشید، تمام عمرم منتظر یه همچین لحظه ای بودم. او آره، من عاشق گروه پاشو بدرخشم، من عاشق گروه پاشو بدرخشم. همین الانم هم گریه هم گرفته، خیلی جالب. گور بابای همه. یه بار دیگه ببینیم. او آره، من عاشق گروه پاشو بدرخشم، من عاشق گروه پاشو بدرخشم. خودش میخواد باشه، بی حوصلگی خودشه. چقدر برای دیگران فیلم بازی کنه به خودش سخت بگیره. دستو منو بگیر، عجله کن. اون دیگه چیه؟ تنه بوده، کیلومترها گسترش پیدا کرده، فرار کنه. گفت تنه؟ من عاشق گروه پاشو بدرخشم. برای اون واقعا عاشق اوناست، اونو